از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار. که تو دوره 0 تا 100 رمزارزها یا همون ارزهای دیجیتال شرکت کردن. خب از 15 نفر 9 نفر الان سر کلاس هستن و این که خیلی قابلیتی که این وبینار برای دانشجوها به وجود میاره این که سر اون تایم اگر تو کلاس نباشن میتونن بعداً ویدیو رو ببینن و حتی دانلود کنن. نمیدونم صدای من خوب میاد؟ خوبه، بسیار عالی، بسیار هم عالی. ما تو جلسه پیش یه صحبت کلی از این کردیم که مثلا بلاکچین چیه. بلاکچین شد تقاطعی تلاقی سیاست، اقتصاد و تکنولوژی. جایی که این سه تا به هم میرسن تعریف بلاکچینه. مجموعی از نودها بود که اینها به هم وصلن، نوع اتصالش با هم مهم بود که به چه صورتیه و اینکه هر کدوم از نودها یک سری اطلاعات از آخرین تغییرات انجام شده در شبکه رو در خودش ذخیره میکنه و بابت این نقل و انتقالات هزینه تراکنش میگیره که اگر خاطرتون باشه بحثمون این بود که اگر تراکنش بانکی هم در ساعتی انجام شه که پر ترافیک باشه، خب قاعدتا پول بیشتری باید بده تا زمانی که این ترافیک کمتره. و گفتیم توی شبکه بلاکچین وقتی که شما مثلا بیت کوین می‌خرید الان مثلا فکر کنم 12 13 دلار هزینه ترانزکشن میدیم، وقتی شبکه خیلی شلوغ میشه تو تایم‌های دیگه این عدد خیلی 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 کمتر میشه و خب این یکی از قابلیت‌های ویژه این بستر هستش. ما توی این دوره می‌خوایم 0 تا 100 این ارزهای دیجیتال رو با هم یه مروری بکنیم، معامله‌گریش رو یاد بگیریم و بتونیم خرید و فروش بکنیم و آماده بشیم برای اینکه وارد دوره حرفه‌ای این موضوع بشیم. خب من این صفحه اسلاید فقط اینجا یه تغییر دادم، همین شماره رو خط تلگرام هم هست که من تو اسلاید نداشتم که اینو اضافهش کردم. معرفی دوره رو که دفعه پیش با هم دیدیم بحثی نداریم. مهارت هایی که به دست میاریم مهارت های بین المللیه و سرفصل هایی که داشتیم 9 سرفصل در 8 جلسه. سرفصل معامله گری که البته این یه خورده عنوانش رو تغییر دادم، بحث آشنایی با استراتژی های معاملاتی. دوره بعد از اینه که من در بهمن ماه برگزار میکنم، مالی رفتاری روانشناسی معاملات که اون فاینانشیال استرولوژی هم در داخل همین هست. بحث صندوق های سرمایه گذاری ربات های معامله گری، شاخص های پیش بینی قیمت بیت کوین و شاخص احساسات بیت کوین، خیلی چیزای جالبیه. و روش های سرمایه گذاری تو کریپتوکارنسی، مدل های مختلفی داره که حالا با هم مرور میکنیم. یه چیز جالب امروز برخورد کردم، داشتم یه سایت رو نگاه میکردم ببینم که این شاخص هایی که تعریف کرده کدوماش به درد ما میخوره. برای اون محتوای دوره معامله گری داشتم محتوا جمع میکردم، رسیدم به یه شاخص جالب. اومده بود گفته بود که مارکت کپی که برای بیت کوین الان وجود داره فکر کنم 700 خورده میلیارد شده دیگه، اگر اشتباه نکنم 700 خورده. الان میریم یه سایتی رو با هم نگاه میکنیم. این پیش بینی که کرده توی اون نموداری که کشیده در بالاترین حالت میتونه به 1.7 بیلیون دلار برسه که این عدد بزرگیه. الان 1.7 تریلیون ببخشید 1.7 تریلیون میشه الان 700 میلیارد دلاره. یعنی یک مثلا هیچ چیز بوده 2.4 برابر این چیزی که وجود داره. و همینه که نگاه میکنیم یه نسبت طرف این وسط این ساده که میبندی جالبه، میرسی به قیمت 99000 خوردهی در بالاترین حالتی که میتونه مارکت کپ برای بیت کوین تو اون لحظه داشته باشه و میتونیم بر اساس اون پیش بینی کنیم. پس بر اساس مارکت کپ هم میتونیم اینجاها رو ببینیم. یه سری نمودارهای دیگه هم هست که حالا خورده خورده بعضیشون تو این جلسات براتون میگم، جذابم هست که شما میدونید که این مارکت تا کجا میتونه رشد کنه. اما سوال پیش میاد که خب وقتی که همچین چیزی از همه میدونن خب خیلی راحته دیگه، همه تو این کف میخرن تو اون سقف میفروشن دیگه. همین داستان تو بورس هم هست دیگه، اگر دقت کرده باشین تو بورس هم خب یه کف و سقفی براش معرفی میکنن. اما دقت کرده باشی یه
مثلا تحلیلگر مطرح وقتی میاد تحلیل میکنه، دیدین که میگه اگر این کف حمایتی رو شیکوند تا اینقدر نزول میکنه، در غیر این صورت اگر تاچ کنه برگرده تا اینجا میره بالا، که حالا تا اینجا میره بالا یا تا اینجا میاد پایینم یه مثلا فیبوناچی هم روش زده، یا برعکسش مثلا این سقف رو اگر بشکنه میتونه تا این عدد بره بالا، اگر نتونه بشکنه اصلاح کنه تا این قیمت میاد پایین. خب همیشه تحلیل ها بر اساس یه پیشبینیه نه پیشگویی، یعنی طرف از قبل نمیتونه مثلا قطعا بگه، میگه با یه احتمالی من پیشبینی میکنم این دوتا سناریو وجود داره. خب خیلی هم دور از ذهن نیست این دوتا سناریو، اما نکته که پیش میاد این که واقعا بعضی رو دیدیم تو یه سری نوعیه گره های این تیپی وارد میشن، سود خیلی خوبی هم شناسایی میکنن یا بعضا ضرر سنگینی هم میبینن. اینها چه چیز رو توی معاملات خودشون در نظر نگرفتن؟ الان که قیمت بیت کوین یه ATH زد هفته پیش 41999 دلار که توی داده های تاریخیش یک داده خیلی خاص بود، میبینیم که توی 20,000 خیلی از این کانال های اینستاگرامی و تلگرامی و حتی تحلیلگرای خارجی هم به این رسیده بودن که میریزه تا حالا یکی از اینایی که خیلی هم معروفه هر روزم به هر حال لایو میذاره و تعداد فالوورهای زیادی هم داره، من داشتم تحلیلاشو نگاه میکردم دیدم زده میریزه تا 12,000 رو خالی کنید و من خالی کردم و برید رو طلا و از این چیزای هیجانی داشت به مخاطبینش منتقل میکرد. یه عادتی که من دارم و پیشنهاد میکنم شما همین کار رو انجام بدید، وقتی جای تحلیل میبینید بخونینش، تو مثلا تو اینستاگرام این بوکمارکش میکنی، این بغل میزنی رو اون فلشه که نگه میداره تو سوابقه بزن، مثلا اونایی که پیشبینی های خیلی مثلا خاصی انجام میدن، که بعد از یه مدتی مراجعه کنی ببینی آیا اون پیشبینی کرده درست بوده غلط بوده، و این کمک به شما میکنه از این وسطه یه سری آدمی که به دردتون میخوره هم بتونید پیدا بکنید. حالا اونا چی رو در نظر نگرفتن که یه همچین پیشبینی با خطای بالایی رو ارائه کردن؟ ببینید توی تحلیل و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال فقط بحث این نیستش که شما بتونید این روندها رو بر اساس تحلیل تکنیکال یا بعضا بر اساس تحلیل فاندامنتال یا بنیادی پیش بینی کنید، بلکه یک سری شاخص های دیگه هم وجود داره. تو جلسه قبل تو جلسه صدای من میاد؟ ببخشید هی دارم میپرسن چون میبینم دوستان زیاد دارن. آها خب پس خانم هاشمی مشکل داره. بله ببخشید من یه لحظه کسی پیام میده توجهم جلب میشه، میگم نکنه مثلا این تیکر رو گفتم صدا نرسیده. خب داشتم میگفتم که اینها یه سری شاخص ها رو ندیدن. جلسه پیش براتون گفتم که مثلا جابجایی بیت کوین یا سایر ارزها از ماینرها به صرافی و بالعکس هر کدومش یه معنایی داره، یا اینکه میزان تعداد آدرس های جدیدی که ایجاد میشه، تعداد آدرس های قدیمی که هنوز دست به بیت کویناشون نزدن یا ارزهای مثلا مختلفشون رو جابجا نکردن، اینا حرف میزنه با تحلیلگر و دقیقا تو همین نقاطه که میتونه طرف بگی که الان رسیدیم به این، اما اگر این را بشکند اینطوری میشه، اگر نشکند ردش کنه مثلا پول بک کنه به سمت پایین، حالا از این داستان به سمت بالا اینجوری تحلیل میشه. این دیتا ها به شما کمک میکنه، این شاخص های خاص به شما کمک میکنه تا بتونید بهتر تصمیم گیری کنید. زمانی که ببینید یکی از ساده ترینش گوگل ترندز دیگه، شما مثلا دیدین که تو توییتر هشتگ میکنن یه چیزی مثلا ترند میشه میاد بالا، یا حالا توی گوگل سرچ میکنی یه واژه کلیدی میبینی مثلا یه نزدیک مثلا اون تایم یه دفعه یه رشد کرده، همین اتفاق برای بیت کوین میفته، همین اتفاق برای اتر میفته. و جالبه که بدونید از اینها به عنوان شاخص احساسات یاد میکنن. یه مفهومی ما داریم که خلا خیلی قدیمیه در خصوص تجزیه تحلیل متون، قرن 17 میلادی بوده که کلیسا برای اینکه تو اروپا برای اینکه بدونه مثلا چه اتفاقاتی داره میفته یک سری آدم داشته که میشستن این متونی که حالا توی محافل مختلف ثبت می شده، چاپ می شده، منتشر می شده رو بررسی می کردن و میزان حالا
اون نزدیکی یا دور بودن اون متن رو به عقاید کلیسا بررسی میکردن و بر اساسش تصمیم گیری میکردن. این داستان هی اومده جلو 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 تا نقطه‌ای رسیده که توی انتخابات قبلی ریاست جمهوری امریکا ازش استفاده کردن برای اینکه بتونن افکار عمومی رو هدایت بکنن و خیلی ابزار جالبی اینجا دقیقا به قول معروف میگن اون رشته های بین رشته ای هستش که حالا یه پاش آی تی دیتابیس، یه پای دیگرش هم علوم پایه‌ای مثل روابط عمومی و اینجور علوم اجتماعی هست، خیلی کمک میکنه. از این ابزار اومدن در بازارهای مالی هم استفاده کردن، به صورت خاص در بازار کریپتوکارنسی. و خب من اینو توی دوره تکمیلی این خواهم گفت، در دوره حرفه‌ای آموزش میدن که این نقاط رو شما بر اساس وقتی میبینی ترند داره میره بالا تو اون نقطه قرار داره، یه احتمالی بهش میدی که بتونه رد بکنه. اما اینو در نظر داشته باشیم که هیچ وقت هیچ تحلیلی نمیتونه با یه ابزار به نتیجه صحیح برسه، و اگر رسید بدون یه اتفاق معمولی، یه اتفاق نادر بوده و اینکه تکرار پذیر نیست. شما با یه الگو نمیتونید همیشه ترید بکنید، حتی اگر اون الگوتون بهترین الگوی دنیا باشه. چرا؟ چون یه اصطلاحی توی بازار مالی وجود داره که میگه زمانی که یک پترنی دیتکت میشه همون لحظه کیل میشه. یعنی وقتی یه پترن، یه الگوی رفتاری رو شما پیدا میکنی، همون لحظه کشته شده در نظر بگیرید. چرا؟ چون شما یک به قول معروف یه روشی رو پیدا کردی، دو بار که باهاش بخری، سه بار که باهاش بخری، نظم بازار رو به هم زدی. و حتی بعضی ها میان مثلا دست حقوقی رو تو بورس میخونن، دو بار سه بار اونا آدم های زرنگن دیگه، دفعه سوم اون میاد یا پایین ترش میخره یا بالاترش میفروشه، اون پترنه رو به هم میریزه. در نظر داشته باشیم که این اتفاق در بازار کریپتوکارنسی خیلی زیاد میفته، و اگر کسی دنبال شناسایی پترن ها میره که روش بسیار خوبی هم هست، بدونه که این داستان بعد آنگوینگ انجام شه، هیچ توقفی بینش نباشه، هی پترنش رو ارتقا بده. چرا؟ چون این اتمسفر بازارهای مالی مثل یک گیاه، فتوسنتز داره با اطرافش و تبادل داره، در نتیجه همیشه یکسان نیست. پس با قبول این که همیشه یکسان نیست، ما باید ابزار